سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران میگوید که پس از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان، همکاری خوب با ایران در زمینه مبارزه با هراس افغانی به میان آمده است. بعد از این که در افغانستان طالبان حاکم شدند، انصافا در بخش مبارزه با تروریسم همکاری خوبی با ما داشتند. شاید نکته ای است که برای اولین بار گفته می شود، اما گروه داعش را از ترکیه و سوریه به شمال افغانستان سوق دادند، جایی که مناطق کوهستانی است و دولت ها دسترسی کمتری در آنجا دارند. از سوی هم وزیر دفاع پیشین پاکستان در صفحه کاربری ایکس خود ادعا کرده است که هراس افغانان همراه با بیماران افغان به پاکستان وارد می شوند. او از امارت اسلامی می خواهد تا تأمین امنیت پاکستان را تضمین کند. کله نکله پخوانی وزیران و دغرنگ پاکستانی مشران هغه داسې بیانونه ورکي او بیان بیا ارزښت د هغه چا وی چې څوک یو ذمہواری لري، مسؤلیت لري. نو بهرحال پاکستان کې دا بیانونه دا سلسله وی او اکثر دا یو بد غیزم کوي په اړیکو باندې. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به حضور داعش میگوید که این گروه در افغانستان سرکوب شده و دست داشتن افغانها را در حملات هراس افغانی رد میکند. مریض حالت بسیار بدی قرار داره میشه و یک پایواز با خود داره. چطور باز اونجا وقت پیدا میتونه که باز دست به عملات بزنه؟ اصلی هر از کجا میکنه؟ قمانده از کجا میکنه؟ مخفیگاش در کجا است؟ چطور از داخل جفاخانه کدام عمله صورت نگرفته که مریض از جمله کرده باشه؟ این تعجب آور است. قانون آنها ما را رد میکنیم، درست نیست. همزمان با این واشنگتن پست گزارش را به نقل از نویسنده بریتانیایی به نشر رسانده است که در آن نگاشته شده است که طالبان با دوباره به قدرت رسیدن در کابل به القاعده پناه داده و هر گونه عملیات خارجی را سرکوب کرده است، اما به شاخه خراسان داعش همچون تهدید جدی برای حکومتشان حمله کردند. 20 سال که اینجا جنگ بود، اصلا برای اینجا زمینه نبود که اینجا باشن بود و باش بکنند و یا سرحلیزی عملیات بکنند. و بعد از اینکه امارت اسلامی افغانستان حاکم شد، هم ما افغانستان را داریم که اینجا این تهدیدات اصلا وجود ندارند. آنها اینجا نیستند و حضور ندارند تا نیاز به عملیات دیده شود. از سوی هم زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در صفحه کاربری ایکس خود از نشر این نظریه استقبال کرده، میگوید طالبان به تعهد خود به توافقنامه دوحه برای پیکار با داعش و جلوگیری از استفاده القاعده از خاک افغانستان برای تهدید امنیت ایالات متحده و متحدان آمریکا عمل کرده است.